سلام بینندگان عزیز، من آپیک یوسفیان هستم. آقای آزادی یکی از همکاران بسیار بسیار خوب من بودن، چه در فیلم ها، چه در تلویزیون و چه حتی دوست خانوادگی. در روانشناسی هیچ علت بیمعلولی وجود نداره. بچگی درست حسابی نداشتم. با شیطنت و بازی که لازمه بچگیست بیگانه بود، برای همه که اینجور به سر و پول هم میپرد. بله، من برای تسکین اونها یک راه حل پیدا کردم. جدی؟ بله، تصمیم گرفتم ساعتهای ورزش براشون بزنم. ورزش؟ عالی، چه فرصت مناسبی. خیلی خوشحالم که بعد از سالیان سال، 30 سال نوزر رو اینجا تو این گالری قشنگ میبینم با کارهای زیبایش. کاری که کرده در دل همه ما هاست، با کاراش حرف زده. امیدوارم که هموطنان عزیزم بیان نمایشگاه رو ببینن که ارزش بر هنرمند یعنی دیدن کاراشون و بودن در اون محیط. امیدوارم که شما بیاییم تصویرهایی که نوزر کشیده ببینین، بخرین و ارزش بدین به هنرمندتون، چون واقعا هنرمندان در غربت باختند، سعی کردن سر پا بایستن، خیلی سخت، بی نهایت سخت، ولی خب با همه اینا همه ما ایستادیم. نوزرم همچنین. عکسایی که کشیدن نگاه میکنم هر کدومشون عشق به چشمم آورده. میدونم که چقدر زحمت کشیده در کنار کارش این کار رو انجام داده. نوزر، خوشحالم که دیدمت و خیلی خوشحالترم که در کنار کار قشنگتری رو ارائه دادی. تمام وجودتو، اون غربتو، اون احساسایی که در درون ماست و نمیتونیم فریاد بکشیم به کسی بگیم، تصویرش کرده. میبوسمت، موفق باشین. امیدوارم هموطنان عزیزم بیان ببینن و ارزش فراوان به کارات بدن. البته ما قول میدیم که خودمونو به شاگردهای دیگه برسونیم. شاگردهای دیگه زیادم پیشرفته نیستن. خواهش میکنم اسمشونو بنویسین آقای مدیر، معلومی که شاگردهای علاقمندی هستن. بله، ما خیلی علاقمندیم. بسیار خوب، اسمتونو مینویسم، البته به خاطر خانم.
بینندگان خوب، امروز در مجلسی حضور دارم، در گالری سیحون هستم و برای من خیلی جالبه، چرا که من از آقای آزادی آنچنان آشنایی نداشتم جز یک ایمیجی که شاید در بچگی به یاد دارم، ولی امروز وقتی که به گالری اومدم و نقاشی ها رو نگاه میکردم، نقاشی ها از امید، از شادی، هر کدوم به نوبه خودشون، و اون چیزی که در تمام نقاشی ها میتونید مشاهده کنید رنگین کمانی است که از رنگ های شادی برخورداره و همین رنگ ها اون امید و شادی رو به انسان میده. با نگاه کردن از هر کدوم از این تابلوها به نحوه خودش، یکی رو میبینید که بغل شرابیه، یکی از پرنده است که حتی پرنده ها هم رنگین کمان هستن، رنگین کمانی که همه میدونید رنگ های قرمز و زرد و سبز و آبی رو در بر داره. در همه میتونم بگم در همه نقاشی ها نقطه مشترکشون این رنگ رنگین کمان ازش. هنرمند مهم نیست از کجا میاد، از ایران، از اروپا است، از اینجاست، فرقی نمیکنه. ما همه هنرمندا رو باید ساپورت کنیم. این وظیفه هر ایرانی است که هنرمندای خودش رو دوست داشته باشه و ساپورتش رو کنه. و مطمئناً جای همگی در اینجا، اونایی که نبودن خالیه، و مطمئن هستم که در هر جا که سفر کنن همه به استقبال این گالری ها و به این نقاشی های آقای آزادی خواهند آمد. با تشکر از شما. نقاشیش خیلی زیباست. آدم هم اینجا هستش از اصلا جنگای دنیا و بدیای دنیا رو فراموش میکنه. خیلی زیباست. همش از پیس و آزادی و خب فقط خودتون نگاه کنید، مثلا همش این خیلی خشنگه. آدم فقط از چیزای خوب و عشق و محبت یاد میگیره. خیلی خوشحالم، خیلی میبینم که مردم همه استقبال کردن، قد همه شلوغه اومدن اینجا. I'm so proud of him and I love all of them. So peaceful at the same time. همه چی رو نشون میده. عاشق رنگی کمونا شدم. منم خیلی خیلی خوشحالم که اومدم. خیلی واقعا دوست دارم تابلوها رو. واقعا آقای نوذر آزادی هم خیلی خودشون رو دوست دارم و عاشق کاراشون شدم. با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون جام جم. خیلی خوشحالم که فرصتی شد من بیام به دیدن نقاشی های زیبای آقای نوذر آزادی، هنرمند بسیار خوب مملکت ما، که واقعا میبینیم که یه هنرمند وقتی که نتونه جلوی دوربین سینما بره، روی صحنه تئاتر بره، به هر حال یه جوری هنر خودش رو یه جای دیگه نشون میده و یه نقاشی بسیار خوب. این تابلوهایی که من میبینم واقعا خیلی زیباست، همه چیزو نشون دادن تو تابلوهاشون، ولی یه مسئله خیلی مهم در همه تابلوهاشون وجود داره، اونم رنگین کمانه. کشیدن یه رنگین کمان توش هست و من فکر میکنم که زندگی رو میخوان رنگی ببینن. منظورشون این بوده، حالا هر کسی یه برداشتی داره. با اینکه تمام مسائل اجتماعی رو که الان در مملکت ما هم شاید وجود داره نشون دادن، باز هم اون رنگین کمان همیشه نشانه آقای نوذر آزادی در تابلوهاشونه و امیدوارم که آقای نوذر آزادی، هنرمند بسیار خوب ما، یک بار دیگه بتونه در مملکت خودش مخصوصا به صحنه بره، جلوی پرده سینما همه ببیننش. و این آرزوی قلبی منه که همه بازیگران خوب سینما و تئاتر ما یک بار دیگه در وطن خودشون به روی صحنه ها برن و در پرده های سینما بدرخشن. به امید اون روز و با تبریکی خدمت هنرمند بسیار خوب آقای نوذر آزادی. که قیم شب بازی روی صحنه نبود.
این دعا دو بخون. نمیخوام قبل از این که آماده بشی جون ادا بسونم. شب چرا انقدر قرمیش میای و اطفار میریزی؟ بگیر با کپ سکت. خاموش بی حرکت بمون. اون دستمالی که به شدادم کجاست؟ روان دستمال نادرست شخص بنده امشب ونکویل حوصله ندارم. بگذار برای همون شب جمعه کار خودمون. اون دستمالی که شبی اولی آشناییمون به شدادم کجاست؟ فدون دستمال دستمالی شبی اولی آشناییمون. دستمال ای اوخ نقص. اولا شب اول آشنایی ما ندادی و دم صبح دادی. سونیان شخص بنده الان چه میدونم کجاست؟ چند سال پیش کاری بوده از گذشته از رفت از جردی اونا به من نشون بده. آخه نادرس اون دستمال تو در تمام عمرت یک دستمال نقابل به شخص بنده دادی، حالا در این وقت شب اون رو از شخص بنده مطالبه میکنی؟ راستش را بگو تو دستمالی منو به کازیو داده؟ کازیو دیگر کدام خر است؟ ها اون جوان جلف زلول کازم کار خودمون؟ ده بله تو دستمالی منو به اون ناکس داده؟ و تو به سر شوه دست نم آخو اون دستمال به درد یادگاری میخوره. آخ جونی شیرینم به پرهیز از قسمی دروغ. تو از سر تو بستری مرگی؟ تو با کازیو ارتباط داشتی؟ کی؟ شخص بنده؟ برو نادرس، برو نادرس این تهمت ها رو به جوان مردم نزن. شخص بنده خاموش. تو ارتباطی نامشروع داشته ای. خود داماده بکن از سر جونه دو میسونم. ناقص مگر بزر با خوالم کن بس بده حسنه ندارم نکن حسنه ندارم کن ای مگر بزر همیش بخورم نه بر بیایید.